سنی‌های تندروی داعش مقرهایشان را در تلفر به آتش کشیدند. پس از موفقیت نیروهای هشت شبی در آزادسازی چند محله دیگر در تلفر، گروه تروریستی داعش به نیروهای خود دستور داد تا تمام مقرهایشان را در تلفر به آتش بکشند. یک منبع امنیتی در استان نینوا در گفتگو با سومری نیوز اعلام کرد که داعش به عناصر خود دستور داده تا تمام مقرهای خود را در تلفر تخلیه و به آتش بکشند و این کار در حال حاضر آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در جریان عملیات پیشروی و آزادسازی تلفر، علی السبتی، سخنگوی گردان حضرت عباس علیه السلام، از نیروهای مردمی تاکید کرد نیروهای ما موفق شدند محله الجزیره را به صورت کامل آزاد کنند و به پیشروی خود در محله الخزرا واقع در شرق تلفر ادامه دهند. نیروهای مردمی عراق با وجود درگیری‌های شدید و مقاومت تکتیراندازهای گروه تروریستی داعش که بر بالای منازل مستقر شده بودند وارد این منطقه شدند. از سوی دیگر رشید یارالله، فرمانده عملیات ما می آییم تلفر، از آزادسازی محله التنک واقع در شرق تلفر خبر داد و افزود لشکر 9 زرهی و گردانهای 2، 11 و 26 از نیروهای مردمی با کمک یکدیگر توانستند محله التنک را آزاد کند و پرچم عراق را در این منطقه برافرازند. یارالله همچنین از آزادسازی محله الکفاه شمالی در تلفر خبر داده بود. عملیات آزادسازی شهر تلفر که آخرین پایگاه متمرکز سنی‌های تندروی داعش در عراق به شمار می‌رود، با مشارکت ارتش، پلیس فدرال عراق، نیروهای ضد تروریسم، نیروهای مردمی و نیروی هوایی ارتش عراق و جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی ضد داعش از روز یکشنبه گذشته آغاز شده است.